بسم الله الرحمن الرحیم طبق منطق قرآن خداوند متعال دو کار انجام داده یکی عالم هستی را آفریده یکی عالم آفریده شده را تعریف کرده تفسیر کرده اسمش در پایان ادیان قرآن است پس عالمی که امروز هست کرات آسمانی هست زمین و آسمان هست یک فعل خداست اما وجود خود خود را تفسیر نمی کند خورشید زبان ندارد که بگوید من چی هستم چون عالم فیزیک ماده زبان تفسیر خود را ندارد قرآن نازل شده قبل از قرآن انجیل بوده قبل از انجیل زبور و تورات بوده کتاب های آسمانی مفسر عالم موجود است اگر دینی درست تفسیر بکند عالم مادی را اون دین امکان انقراض ندارد به همین دلیل اسلام پایان ندارد روزی اسلام را بشر بگذاره به کنار چون این چیزی اتفاق نخواهد افتاد چرا؟ چون جامعترین و بالاترین و علمی ترین تفسیر را از عالم دارد چون بنا و معمار عالم خداست او بهتر میتواند این عمارت عظیم را به نام عالم هستی معرفی بفرماید طبق منطق قرآن خود قرآن به منزله عصای دست عقل بشری است چون خدا درست است گفتیم یک عالم ماده دارد کار کرده عالم را آفریده و یک عالمی دارد به نام حرف زدن کتاب فرستادن اینو گفتیم اما یک نکته باید اضافه کنیم این حرف هایی که خدا در قرآن و انجیل تورات زده به تناسب عقل زمان زده تورات مناسب زمان انجیل مناسب زمان را فرستاده اما چون قرآن تا روز قیامت زبان قرآن زبان پیچیده است هم با عقل عصر رسول خدا باید که عوام بود مردم منطبق بشه هم با دوره قرون وسطایی باید صحبت کنه مطابق ذهن اونها هم باید در دوره مدرنیست نگاه کنید در عصر ما عصر صنعت عصر اختراعات کتابی که بخواهد از عوامترین عوامها تا پروفسورترین پروفسوران حرفش را به قبولاند قطعا پیچیدگی دارد تخصص میخواد به همین دلیل یک پیغمبر دوازده امام به عنوان وسیع مفسران قرآنن کمی این مطلب را توضیح میدهم مثلا آیا انسان در ابتدا نژاد یا تیره از میمون بوده یا نه ابتدا پیغمبر بوده قرآن کریم نظریه داره ببخشید نظری اظهار کرده قطعی برخلاف نظر دانشمندان و انسانها که امروز نظریه میدن فردا عوض میشه قرآن چون مواجه است با عقلهای بزرگ با دانشگاههای بزرگ با پروفسورهای بزرگ حرفی که میزند توریز هم عوام سهم خودش را برمی‌دارد و هم دانشمندان به همین دلیل تا
تفسیر قرآن از پیچیده ترین کارهایی است که خداوند انحصارا داده به انبیای خاص و اوصیای خاص. نتیجتاً چی شد اون چی که خدا فرموده بود؟ خدا فرموده بود اگر انبیا اوصیا قرآن را تعریف کند، عرضه کند، محبت می روید. چون مفسر واقعی قرآن رسول خدا و اوصیای ایشان است، عملا می بینیم وقتی که ظهور می کنه، مکه را فتح می کنه، تمام دشمنانش را عفو می کنه، به هر خانواده از دشمنانش 100 شتر هدیه می کنه، آنقدر به دشمنانش میدان می دهد، به قدرت می رسند، استاندار و فرماندار می شوند، رئیس قشون می شوند. یا وقتی علی بن ابی طالب علیه السلام به قدرت رسید، نامه نوشته به استاندارش، نامه 53 از نهج البلاغه، امروز در دنیا به عنوان منشور عدالت بشری بین المللی در سازمان ملل به ثبت میرسد. یعنی رسول خدا قرآنی آورده، طوری خودش پیاده کرده، عملاً پیغمبر و فتح مکه را همین قسمت از تاریخ که در کنترل و اراده رسول خدا بوده، در طول تاریخ بشر انسانی ترین مسئله است که بشر دیده. این جمله را اضافه می کنم، بنده مطالعات مختصری راجع به کشورها دارم، در هیچ جای عالم، در هیچ نقطه از عالم و تاریخ در طول زمان من پیدا نکردم کشوری باشه زندان نداشته باشه. تنها کشوری که رسول خدا به وجود آورد طبق نقل ابن حزم در المحلا، حالا درست یادم نیست کدوم جلدش، ایشون که از علمای بسیار نامی اهل سنت قرن 4 و 5 زیسته، نوشته پیغمبر اسلام حتی یک اتاق به عنوان زندان نداشته. پس در کره زمین، در تاریخ بشر، هم از نظر ارضی کشورها را ببینید، هم از نظر طول زمان، پیغمبر چون مفسر قرآن بود، اون هم مفسر دقیق و عالم به قرآن بود، دشمنانش را آزاد می کرد، به اونها هدیه می داد، به قدرت می رسند. هیچ یکی از دشمنانش، حتی کسانی که قصد ترور ایشان را داشتن، تاریخ ثبت کرده، هیچ کدوم را یک بار بازداشت نفرمود. پس اسلام اگر توسط رسول خدا تفسیر بشه، عملی بشه، توسط امثال علی بن ابی طالب تفسیر بشه و عملی بشه، نتیجهش می شود اسلام در عصر فتح مکه همه عف بود، و اسلام در عصر علی بن ابی طالب همه عدالت بود. امروز عرض کردم سازمان ملل نامه ایشون به استاندارش را به عنوان منشور عدالت جهانی در دنیا پخش کرده. بنابراین اسلام دینی است اگر عالمش درست تفسیر کنه، جز عفو، جز مهرورزی، میدان دادن به مخالفین، آزادی به مفهوم معقول، حاصل دیگری نداره. حاصلش آزادیه، حاصلش عفوه، حاصلش علمه. بنابراین اگر میبینید به نام اسلام آدم میکشن، ترور میکنن، عملیات انفجاری انجام میدن، این اسلام نیست. اسلام همان بود که رسول خدا پیاده کرد، و اسلام همان است که علی بن ابی طالب پیاده کرد، و کسانی که مقلد این اشخاص هستند در طول تاریخ بوده.
و اگر بگردیم موارد پیدا میشه که شده سالهایی هر مقدار به قرآن بیشتر عمل کردن، معنای عفو و اغماز و بزرگواری بیشتر دیده شده و این ظرفیت را دارد این دین توسط انسانها جهانی شود، همه بشر آزاد شوند، همه خوشبین باشند به یک دیگر، نفرت ورزی نسبت به دیگران را از فضای اسلام و بشر دور کنند. آنچه که ما از قرآن فهمیدیم این است. ولا حول ولا قوة الا بالله.